پر کردن قلک یک چهره اقتصادی امنیتی با اسم رمز انقلاب، پشت پرده داستان پول کثیفی که به جان این طالاب افتاده، طالاب بین‌المللی میانکاله که وزیر کشور 10 روز قبل از عید کلنگ نابودیش را زد برای آغاز پروژه احداث پتروشیمی امیرآباد معروف به میانکاله، پروژه‌ای که به رغم مخالفت عمومی کارگزاران نظام مخالفانش را مرزبندی کردند. نماینده شهر میگه اونایی که موافق ترن این ور بنشینید، اون ور در جلسه فرمانداری بچهای محل رفتن، اعضای شورا بودن، اونایی که مخالف ترن معاند انقلابن این ور بشینید. امام جمعه بهشهر هم مخالفان پتروشیمی میانکاله را خائن، مخالف علی خامنه‌ای و شب‌پره خوانده، پروژه‌ای که این دستور صریح هم مانع از ادامه‌اش نشده. این مجتمع حسب دستور صادره عملیاتش متوقف است و تا زمانی که مجوزهای لازم اخذ نشه هیچ کسی حق هیچ گونه فعالیتی در ساخت و ساز این مجتمع رو نخواهد داشت. کارگران شب و روز پیگیر فنسکشی 90 هکتار زمینی هستند که منابع طبیعی در اختیار مالک پتروشیمی قرار داده، زمینی که رزق و روزی این دامداران را میداد. این زمین مال این دام پروانه دام دارم یه مال که ما اگه ویلاده نیمیم با این سن تغییری دام دارم دختی دارم که اینجا بنده دارم زندگی کنم. سال گذشته دولت روحانی پروژه احداث پتروشیمی را در یکی از حساس‌ترین مناطق زیست محیطی تصویب کرد. محیط زیست هم زیر فشار مجبور شد موافقت کند. میگن ما تحت فشار قرار گرفتیم. تحت فشار کی قرار گرفتید؟ دوستان محیط زیست. من شنیدم توی یکی از این رسانه‌ها گفتن که اینا گفتن که ما تحت فشار قرار گرفتیم. حالا اما سازمان محیط زیست رسما اعلام کرده مخالف است. دولت هم دست کم به زبان همین را میگوید. دولت مردان فعلا بدون مخالفت قطعی ادامه پروژه را منوط به گرفتن مجوز محیط زیست کردند. وزیر محترم کشور تاکید هم میکنن بر اینکه مجوزهای قانونی اخذ شده باشه و این کلنگزنی به معنای تجویز هیچ گونه فعالیتی طبیعتا نخواهد بود. تلاشی برای خواباندن سر و صدای مخالفت ها، اما حالا کارگزاران نظام همگی پشت این پتروشیمی را گرفتند، تا جایی که رئیس مجلس علنا از سرمایه‌گذار حمایت کرد. کار متوقف. خب این چه معنی داره؟ کدوم سرمایه‌گذار تو شرایط بیاد همه این مسیر رو طی کنه بعد بگیم کار متوقف؟ این سرمایه‌گذار کیست و چگونه مجوز احداث پتروشیمی میانکاله را گرفته؟ سهامداران اصلی شرکت پتروشیمی میانکاله آنطور که در روزنامه رسمی منتشر شده 3 شرکتند. با بررسی هیئت مدیره این شرکت‌های غیر مرتبط با پتروشیمی به یک نام میرسیم، کسی که مالک اصلی پتروشیمی میانکاله است، عبدالله عبدی. او کیست؟ کسی که تنها یک عکس از او موجود است، چهره مرموز و امنیتی که نسبت به روزهای اول فعالیت اقتصادیش پیشرفت زیادی کرده. او که کارش را با کوپن فروشی شروع کرد، اندکی بعد همکار وزارت اطلاعات شد و از قبل این همکاری یک امپراتوری مالی را پایگذاری کرد که دست کم صحنه‌گردانش اوست. امپراتوری که با تصاحب شرکت تعاونی تولیدی مرغ امین مازندران آغاز شد در ابتدای دهه 80. حالا 2 عبدالله عبدی در اقتصاد ایران فعالند. یکی کسی که شناسنامه‌اش در ساری صادر شده با این کد ملی، رئیس هیئت مدیره چند شرکت، مهمترینشان سیمان ناین و فولاد البرز ایرانیان. یکی هم صادره از نکا با این کد ملی که هم عضو هیئت مدیره چند شرکت است و هم در همون شرکت‌ها با این نام عضویت دارد. سازمان ثبت احوال تایید کرده که عبدالله عبدی 1 نفر است با 2 شناسنامه و 2 کد ملی. عبدی سابقه قابل تأمل در عرصه بانکداری دارد. روش او خرید حداقل سهام بانک‌های خصوصی بود. چهره امنیتی که وکیل او در پرونده اکبر طبری دستگیر شد، اما او مصون ماند با تیم امنیتی قضایی قدرتمندی که سالهاست او را پشتیبانی می‌کنند. عبدی صاحب 15% از بانک ایران زمین است که بیش از 8% آن را بدون مزایده از بنیاد شهید گرفته و هنوز تصفیه نکرده، چون در دادسرای اقتصادی قدرت شکایت از بنیاد شهید را هم داشته. او با پرونده سازی و ارعاب دیگر سهامداران به سهامدار اصلی بانک ایران زمین تبدیل شد. عبدالله عبدی و 4 شریکش که در شرکت‌های او هم عضو هیئت مدیره هستند، مجموعاً 25% بانک آینده را هم در اختیار گرفتند. او این همه پول را از کجا آورده؟ پاسخش ساده است.
او به نام شرکت‌هایش از هر دو بانک ایران زمین و آینده وام گرفت. 1300 میلیارد تومان وام برای خرید 1000 میلیارد تومان سهم. ضامن بقیه شرکت‌های اقماری آقای عبدی. در فهرستی که هفته گذشته بانک‌ها از ابر بدهکاران منتشر کردند، شرکت فولاد البرز ایرانیان یعنی عبدالله عبدی صدرنشین فهرست بدهکاران بانک توسعه صادرات است. او در سال 94 حدود 1300 میلیارد تومان تسهیلات یورویی از شعبه ساری این بانک گرفته و پس نداده. همین حالا او 900 میلیارد تومان به بانک ایران زمین بدهکار است. دادگاه کیفری 2 مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران آذر ماه سال 99 عبدالله عبدی را در مقام مدیر عامل تصفیه شرکت اعتباری آتی در شرف تبدیل به بانک آینده به 7 سال زندان محکوم کرد. طبق قانون در ایران اگر کسی یک چک برگشتی داشته باشد 1 میلیون تومان هم نمیتواند وام بگیرد. اما عبدالله عبدی در سالهای 97 و 98 5 چک برگشتی به ارزش بیش از 23 میلیارد تومان داشته. با این حال او توانسته در دفترخانه‌ای در شهر ری صاحب سهام بانک ایران زمین شود. برای چهره امنیتی که پشتیبانی 2 نهاد امنیتی بزرگ جمهوری اسلامی را پشت خود دارد، نه تنها این موانع وجود ندارد، بلکه وزارت نفت مجبور است اهلیت او را تایید کند. محکوم به زندان با چک‌های برگشتی و بدهی‌های هزاران میلیاردی به بانک‌ها. این نامه 3 ماه پیش با امضای نایب رئیس مجلس نشان می‌دهد که شماری از نمایندگان مجلس نظر سازمان محیط زیست را جلب کردند. همانطور که 90 هکتار زمین منابع طبیعی را هم که مجوز مرتعداری دارد فاقد مجوز معرفی کردند تا زمین‌ها در اختیار عبدالله عبدی و شرکا قرار بگیرد. به رغم مخالفت خود سازمان منابع طبیعی، ما هر گونه فعالیتی از فردا اینجا ببینیم 100% به دادرسی گزارش می‌دهیم. شریعتی نماینده بهشهر حامی عبدی برای این طرح است. با این وعده ها به مردم مازندران، در شرق مازندران نرخ بیکاری من قریب 20%ه. این لشکر عظیم از بیکاران نیاز به عرصه کار دارن. 15 سال پیش پروژه احداث پتروشیمی گلستان آغاز شد با همین وعده ها. اما پس از 1.5 دهه پروژه عملا فقط 18% پیشرفت داشته و 90 هزار سهامدارش در دادگاه ها دنبال پول برباد رفته خود هستند. نزدیکترین میدان گازی به پتروشیمی میانکاله در خانگیران سرخس است، در فاصله 900 کیلومتری. همین حالا مازندران دچار کمبود گاز برای مصرف خانگی است. اگر بدانیم که پتروشیمی بجنود هر زمستان به دلیل کمبود گاز تعطیل می شود و 3 استان شمالی ظرفیت مصرف محصولات پتروشیمی را ندارند و نزدیکترین بازار مصرف پروپیلن یعنی آسیای میانه در تسلط روسیه است، آن وقت افشاگری یکی از مدیران عالی رتبه بانک مرکزی معنا پیدا می کند. آقای عبدی شرکتی در ترکیه داره که برای شرکت‌های ایرانی پیش فاکتور صادر می‌کنه و خودش رو سازنده تجهیزات صنعتی در ترکیه معرفی می‌کنه و شرکت‌ها از ایران ثبت سفارش می‌کنند و LC باز می‌کنند. ایشون LC رو از آن طرف نقد و دریافت می‌کنه. مثلا وقتی میگه در ساری می‌خوام شرکت فولاد تأسیس کنم و هزینه تجهیزاتش 20 میلیون دلار است، 60 میلیون دلار ارز دولتی می‌گیره و بقیه‌اش رو در شرکت‌هایش در ترکیه، آلمان و کانادا نگه می‌داره. هدف او از گرفتن پروژه‌های پتروشیمی میانکاله و شرکت سیمان و فولاد همین بوده. پروژه احداث پتروشیمی میانکاله که محصول فسادی اداری مالی است، حامیانی چون نهادهای امنیتی، دولت رئیسی و البته رئیس مجلسی دارد که منتقدانش به او لقب فاسدترین سردار را دادند و مخالفانی که دلشان نگران محیط زیست است، از شهروندان و حامیان محیط زیست تا چهره‌های مشهوری مثل هدیه تهرانی، بازیگر سینما، اتفاقی که استاندار مازندران را عصبانی کرده. و الا اینا چه میدونه اون هنرپیشه محترمی که بونه میشه میاد میره تو میانکاله، اصلا یه پرونده دیده از این کی بهش گفته بیا برو این کار انجام بده؟ بر اساس چه منطقی ایشون میاد این کارو میکنه؟ هم اگه میشه آدم متن در واقع نمایشو نخونه بعد بپذیره که بره نقش بازی کنه اونجا؟ احتمالاً حق با اوست. نه هدیه تهرانی و نه دیگر شهروندان از متن نمایش پتروشیمی میانکاله خبر ندارند. نمایش تازه‌ای از فساد با حضور کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی. مشتبه پور محسن، لندن.